من بهنام صدیقی هستم، عکاس مستند و مدرس عکاسی، متولد 1358 در ساری. عکاسی رو از 18 سالگی با ورود به انجمن سینمای جوان ساری شروع کردم و بعدتر برای تحصیل در رشته عکاسی وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شدم که در سال 1387 از این دانشکده در مقطع کارشناسی عکاسی فارغ التحصیل شدم. شروع مجموعه روز آخر از سال 1390 بود، زمانی که کمی قبلترش من در کارم به پورتره نگاری و مواجهه مستقیم با آدم‌های هم نسل خودم رو آورده بودم. از همون موقع‌ها بود که من با یک سیل جدید از مهاجرت جوانای ایرانی بعد از وقایع سال 88 مواجه شدم. می‌دونستم مهاجرت ایرانی‌ها از قبل از انقلاب اسلامی در سال 57 به دلایل محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی وجود داشته، اما حالا می دیدم که بسیاری از جوانها برای دستیابی به یه آینده بهتر چطور تلاش می کنن تا مراحلی رو طی کنن که به شکل دائم در یک کشور غربی زندگی و کار کنن. افرادی تحصیل کرده و بیشتر از طبقه متوسط که به میانجی ادامه تحصیل و بعضن اقدام برای مهاجرت و اقامت دائم قصد داشتن ایران رو ترک کنن. در واقع این ترک کردن فقط از ایران نیست، بلکه ترک کردن خانواده و دوستان و خاطرات و همه امکانهایی که بدون حضور اونها کمرنگ میشه. اولین عکس رو از فاطمه خواهرزاده‌ام و همسرش گرفتم که برای ادامه تحصیل داشتن به آمریکا میرفتن. در واقع با اطرافیان و معرفی دوست و آشنا عکاسی رو شروع کردم و بعدتر با فراخوان‌هایی که تو فیسبوک و اینستاگرام منتشر میکردم این پروژه رو ادامه دادم. اگر کسی قصد همکاری داشت همون اول ازش میپرسیدم قصدتون از رفتن مهاجرت و اقامت دائمه؟ و اگر پاسخشون مثبت بود برای عکاسی باهاشون هماهنگ می‌کردم. در واقع من می‌خواستم از قصدشون عکاسی کنم، اینکه چقدر در تصمیمشون سابق قدم هستن. شیوه کارم به این شکل بود که از افراد می‌خواستم که در آخرین روز قبل از مهاجرت صبح اول وقت با همه چمدون‌ها و وسایلی که قراره با خودشون ببرن بیان جلوی خونه‌شون یا اونجایی که آخرین محل اقامتشون قبل از مهاجرت بوده، تا من با دوربین آنالوگ قطع متوسط و با فیلم اسلاید یک عکس پورتری محیطی ازشون بگیرم. برام مهم بود که حالت چهره‌ها در صبح زود ثبت بشه، وقتی که معلوم نیست روز چطور تموم میشه. در واقع این عکس‌ها صحنه پردازی شدن. به عقیده من همچین صحنه‌ای به این شکل در زندگی واقعی وجود نداره، اما وقتی این صحنه به وسیله همکاری افرادی که قصد مهاجرت دارن با من شکل میگیره، در واقع انگار میخواد بگه این واقعیت رو به سادگی نمیشه دید. واقعیتی که برای فهم دوباره اون نیاز به یک ساخت و ساز تصویری هست. ضمن اینکه وقتی این افراد با من همکاری میکنن، در واقع میخوان این موقعیتشون ثبت و دیده بشه. توی عکس‌ها نمیخواستم خونه‌شون دیده بشه، بلکه توجهم به پس زمینه یا کوچه و خیابون و فضای شهری بود، تا هم فضای پشت سرشون که خودشون نمیتونستن ببینن رو تا اندازه‌ای و کمی محو توی قابم داشته باشم و همین که یه حالت تعلیق در نقطه مبدا اونها ایجاد کنم. چون ما عادت نداریم کسانی که قصد مهاجرت دارن رو وسط خیابون ببینیم. ضمن اینکه به اونها میگفتم به دوربین نگاه کنن، برای اینکه میدونستم بعداً بین نگاه اونها و مخاطبین که میتونستن خودشون هم باشن یه رابطه ابهام‌آلود به وجود میاد. اینکه اونها دارن به ما نگاه میکنن و ما از طریق نگاه اونها قراره به یه چیزی درباره این موقعیت پی ببریم، یا اینکه آیا اونها دارن به برخی از ما که مهاجرت نکردیم و یا در آستانه مهاجرت هستیم یا بهش فکر میکنیم چیزی از خودشون میگن؟ این عکس ها قرار نیست قاب بشن، بلکه نسخه چاپ شده شون بدون قاب روی دیوار نصب میشه و شاید یه روزی در کنار مشخصات افراد و تاریخ عکس ها در یک کتاب چاپ بشه. در هر حال این عکس ها آخرین پورتره ها از اونهاست که من میخوام ازشون نگهداری کنم، هم برای خودشون که ببینن چطور بودن و هم برای بقیه تا از این راه در تاریخ و شرایط اجتماعی اون تاریخ تأمل دوباره داشته باشن. پروژه روز آخر ادامه داره و در واقع به عنوان بخشی از مضمونش فکر نمی کنم تا زمانی که من زندگی می کنم تموم بشه. سالی یک یا چند عکس به این پروژه اضافه میشه و نگاه منم از طریق آوردن عکس ها و فضاهای دیگه در کنار عکس های اصلی تغییر میکنه. اگه افرادی رو میشناسین که در آستانه مهاجرت هستن، میتونین با هماهنگی با خودشون اونا رو از راه تماسی که در وبسایتم هست به من معرفی کنین
تا در آخرین روزی که در ایران هستن ازشون عکس بگیرم.